همینک رهبر معظم انقلاب اسلامی مطابق سیره و سنت حسنه همیشه که دارند در آغازین دقایق شروع انتخابات در میان ذکر صلوات حضار وارد صحن حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شدند و برای انجام امور معمول انتخابات به میز هیئت اجرایی و هیئت نظارت مراجعه فرمودند. خسته نباشید. ما با هر کدوم از دستگاه که صلاح کنستید فرق نمی کنید. چه دستگاه دستگاه دوستان دوستان و همکاران خبرنگار و نمایندگان محترم رسانه های مختلف داخلی و بین المللی در حال ثبت و ضبط این رویداد مهم هستند، رویدادی که همواره ما شاهد بودیم که رهبر خردمند انقلاب در آغازین دقایق در پای صندوق رأی حضور پیدا می کنند و این پیام روشنی برای همه ما ملت ایران داره، برای اینکه انشاءالله در این امر مبارک مشارکت داشته باشیم و کار رو به تأخیر نیندازیم. چنانچه بینندگان عزیز ملاحظه می کنند، برای استحضار شنوندگان گرامی هم عرض می کنم رهبر عزیز انقلاب پس از طی مراحل اولیه برای انجام مرحله نهایی در جوار صندوق های الکترونیک حضور یافتند و همان گونه که مستحضرید بر اساس قانون در هر شعبه اخذ رأی حداقل دو صندوق باید برای تسهیل امر انتخابات موجود باشه که به همین منظور در حال حاضر و مطابق قانون انتخابات دو صندوق در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قابل ملاحظه هست. رهبر خردمند انقلاب اسلامی در حال ثبت منتخبین مد نظرشون هستند و تا لحظات دیگر با فشردن کلید تأیید نهایی رأیشان به صورت خودکار وارد صندوق خواهد شد انشاءالله و ما این لحظات رو برای شما هم گزارش میکنیم و هم ثبت میشود در تاریخ. این لحظات بسیار مهم که تداوم مردم سالاری دینی در ایران و جمهوری اسلامی ایران و ایران عزیز بزرگ ما هست. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید برای انتخاب هر یک از نامزدها می‌بایست نام و شماره داوطلبین به صورت دقیق مورد توجه قرار بگیره و رهبر معظم انقلاب همینک در حال انجام این امر هستند. امروز در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تعداد 16 نماینده از بین 32 نامزد محترم برگزیده خواهند شد و البته در 15 استان دیگر هم در حوزه‌های انتخابیه مختلف چنانچه عرض کردم نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات به رقابت می‌پردازند و شما ملت بزرگ ایران تعیین تکلیف خواهید کرد برای 45 صندلی باقی مانده نماینده. همینک با فشردن کلید تایید نهایی و ملاحظه تصویر چاپ شده رأی نهایی، رأی سپاری رهبر عزیز انقلاب انجام خواهد شد با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچه ملاحظه فرمودید حتما کارت مجاز به رأی گیری باید پس از اتمام مرحله رأی سپاری به عزیزانمون در هیئت اجرایی تحویل بشه و رهبر فرزانه انقلاب با دقت نسبت به اعمال قانون این امر رو انجام دادن. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم
محضر جناب عالی و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت رو تبریک و تهنیت میگم خدمتتون. حضرت عالی در هنگام رئیس پاری به صندوق در دور اول انتخابات به نیکی خطاب به ملت شریف ایران فرمودید که فاستبقوا الخیرات، و اینکه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اما احتمالاً برای برخی از هموطنانمون دور دوم انتخابات از اهمیت کمتری برخوردار باشه، و یا عزیزانی که در دور اول مشارکت فرمودند تصور کنند که به تکلیف عمل شده و دور دوم رو چندان جدی تلقی نکنند. بفرمایید که حضرت عالی چه توصیه‌ای برای مردم عزیز ایران در دور دوم انتخابات دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه کسانی که میشنون این سخن رو، و به حضار محترم و به آقای مجری محترم. انشاءالله که همه تون موفق باشید. انتخابات فی نفسه یک کار اساسی و مهمی برای کشور و برای مردم. انتخابات نشانه حضور مردم، نشانه اراده و تصمیم گیری مردم. بنابراین وظیفه ملی هر انسانی که مایل کشور پیشرفت داشته باشه کار بکنن و به مقاصد بزرگ نزدیک بشن این است که در انتخابات شرکت کنن. مرحله اول و دوم انتخابات هیچ فرقی با هم نداره، همون اهمیتی که مرحله اول داره مرحله دوم هم داره. شما در مرحله اول تعدادی رو انتخاب کردید و فرستادید به مجلس، لکن ظرفیت همچنان تمام نشده است. در این مرحله، مرحله دوم، ظرفیت رو تکمیل میکنید. اگر چنانچه ما اونجا شرکت کردیم، فرض کنید در تهران تعدادی رو انتخاب کردیم و در هر شهر دیگری و بقیه موندند و شرکت نکردیم، این در واقع کار رو نیمه تمام کنده و رها کرد. بنابراین اهمیت مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست. انشاءالله که مردم عزیزمون همه شرکت کنند و رأی بدن و مجلس رو تکمیل کنند. هرچه رأی بیشتر باشه مجلس قوی تره، هرچه مجلس قوی تر باشه امکان کار در کشور بیشتره. انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ آقایون خانم. خداحافظ.